برام یاد و خدا سلام بر بیننده های ارجمند آریانا با ویژه لقماندان برنامه خوشحال با چهره ها بار دیگر من خوشحال آصفی با تقدیم نمودن این برنامه امروز پنج شنبه ساعت هشت و سی دقیقه است سی و دقیقه در خدمت شما عزیزا سی شش دقیقه در خدمت شما عزیزا حاضر شدم طبق روال معمول مانند گذشته ما در این برنامه در تکاپوی این هستیم و سعی تلاش مایی است که چهره های جوان را به تصویر بکشانیم آنان که از صفر آغاز کردند آنان که بدون واسطه آنان که بدون پول آنان که بدون روابط و مسائل دیگر که در افغانستان خیلی برد داره و رایج هست به مو ظرفیت و توانمندی و استعداد و تلاش و بالاخره پشت کار خود به یک جای رساندن خود را و مطرح شدن امروز هم کسی را در برنامه با خود داریم که از صفر آغاز کرده زمان فعالیت های مدنی را در افغانستان انجام میداد حالا هم یک فعال مدنی هست اما بعدها رفت و طرف کارهای رسمی بعد در اداره کار کرد بعد از رفت و طرف بالاخره در بست های بالاتر و در منخوف های بالاتر بله کسی دیگر نیست جز بانو منیره یوسف زاده ماون ولایت کابل که قبل از این سخنگوی ارگان های محل در افغانستان بود و پیش از او قبلا هم یادآوری کردم اگر بیشتر از این معلومات بودم امی مزی برنامه باز میره بگذارین که این همه را در سالات که من مطرح کردم با بانو منیره یوسف زاده و جزیات خواهیم پرداخت خوش آمد این صبحتان بخیر سلام صبحتان بخیر صبح هموطنان عزیزم بخیر باشه و تشکر از دعوتتان امیدوار هستم که بتونیم یک برنامه خوب یک گفتگوی خوبی را داشته باشیم سلامت باشین در ظرف یک دقیقه اگر بگویم که شما کی هستین؟ من هر روز از خودم پرسان میکنم که ما کی هستم؟ تا خود هر روز ما تغییر میکنم. من منیره یوسف زاده هستم چیزی که شما گفتین از یک خانواده فقیر اما با اراده بسیار قوی به خاطر ساختن و بهتر شدن وضعیت افغانستان. چی اراده دارین؟ جز از خدمت به مردم و تا ببینید وقتی که ما از تغییر صحبت میکنیم در این تغییر هر کدام ما سهمی داریم سهم ما به حیث شهروند است سهم ما به حیث مثلا ما به حیث مامور حکومت و در این تغییر هر کدام ما لایه وظایف و مسئولیت های بسیار کلانی داریم هیچکس کس نگه که اگر ما یک بست شش هستم و مسئولیت ندارم فقط موین و وزیر داره ما اول شهروند هستیم باید شهروند خوب باشیم بعد از او مامور یا کارمند یک اداره دولتی یا غیر دولتی هستیم و مهمتر از که ما کسی هستیم که نسل بعدی را برایشان سهولت ها ایجاد میکنم امید ما آرزو من این است که مشکلاتی که ما کشیدم دخترم نکشد و به همی چون مادر هستم به همی آرزو کار میکنم میگم که اگر امروز من این مشکل میکشم من قابل مشکل استاد میشم که سوا دخترم این مشکل نبینم مهم. برابری و مبارزه با تبعیض جنسیتی یکی از کارهایی است که من روی دست دارم. ای در اولویت کاری ما قرار دارم نه مامور و حکومت به و به جوان این وطن حالا شما معاون ولایت کابل هستین به اساس کدام ظرفیت انتخاب شدین به ای؟ مردم قضاوت خود را گاه یا درست یا غلط میکنن میگه فلانی و بابا چی درس خونده چی تجربه داره که معاون شده چی تجربه داره که موین شده آیا قحط رجال در این حکومت شما واقعا چی خوندین که معاون ولایت کابل شدید؟ ما اول بسیار خوش میشم که همیشه مورد انتقاد قرار میگیرم و این نشان دهنده قدرت ما هست. نه. من لسانس علوم سیاسی از ایران دارم، مهاجر بودم، لسانس اقتصاد از افغانستان دارم و محصل ماستری هستم. البته به دلیل مشغولیت زیاد کار چندین دفعه در کانکور ماستری اشتراک کردم، یک سمسترم رفتم ولی نترسم و واقعا تعجب میکنم کسایی که میگن ما همزمان هم کار میکنیم، هم درس میخونیم. و از از 15 سالگی کار شروع کردم با معلمی ماجرین درس میدادم بعد مدیر یک مکتب اولی وظیفه رسمی تان در زندگی دست زندگیتون زندگی تان معلمی بود معلمی بود البته رسمی گفته هم شد چون ما مهاجر بودم از هفت شاگرد شروع کردم در داخل اتاقم ماجرین افغان درس میدادم بعد از او تبدیل شد به یک مکتب بزرگ به نام فارابی که راجستر شده سفارت افغانستان در تهران بود بعد از او ده سال است که کابل آمدم بعد از که لیسانس من گرفتم آمدم کابل در یک محصه بین مللی کار کردم و عیس مشاور سپس یک سالم در یک محصه هنری کار کردم و تقریبا هفت سال در اداره مستقل ارگانای محلی و مدت کمتر از سه ماه هستش به ما والی کابل اما این را اشاره میکنم که با توجه به زدبند هایی که در افغانستان هست من یک از خوششانس ترین زنان افغانستان بودم اه. من وابستگی حزبی به هیچ عنوان ندارم خواه. هیچ قومی ندارم و برای هر قوم هر افغانی که در این سرزمین است قلب میتبه و همیشه از طریق رقابت آزاد وارد پست ها شدم هیچ وقت از کار اخراج نشدم خوشبختانه همیشه خودم به تغییر وظیفه باور داشتم و هیچ وقت از هیچ تغییری نه و امیال منتظری هستم که یک سال بعد دو سال بعد یک جوان با انرژی تر بیایه به جای من بشینه و پست اشغال بکنه چرا که من هر چیز زمان تیر پیر میشم و بنان باید احترام بگذارم به نسل جدید به انرژی که بعد از این 16 سال آرامش ایجاد شده در نسل جدید و اونها بیاین جایگزین ما کسانی که به تغییر باور دارن اعتماد به نفس بالا و مثبت دارن و از تغییر حراسی ندارن پس چرا آنها که مثلا ده سال 20 سال در کرسی میمانن و پس که باید تصمیم گرفته شده که برند غوغا برپا میکنه و بالاخره میگن که ما حاضر نیستیم چرا اون نسل که پیش از ما بوده ای کار را نکرده تا بالاخره امروز افغانستان آباد سربلند و آزادی می بود حداقل یعنی کرسی ها میراثی نمی بود و افغانستان گروگان نمی شد توسط ده الی پانزده نفر که امروز هم هستند اعتماد به نفس خیلی بحث مهمی است که متاسفانه با توجه به شرایط جنگ به دلیل مشکلاتی که وجود داشته اعتماد به نفس در اکثر ما افغان ها کم شده و ای باعث شده که ما فکر بکنیم که اگر از این پست خارج شویم ما دیگر هیچ چیزی نیستیم و یک شوق یا میل عجیب رهبر شدن است در افغانستان همه میخواین رهبر شون من فکر میکنم ما اول باید یک شهروند خوب شویم تا بتانیم در آینده رهبری خوب داشته باشیم از طرف دیگه بعضی برنامه های آموزشی که از طریق اینجوها آمده مثلا تربیت رهبران جوان یک غرور کاذب یا یک آرزوی ایجاد بیا. کرده ایجاد کرده دسته هم... ما رهبر شدن دقیقا. دو میگن دقیق که من میالی رهبر هستم چرا اینی سرتیفیکت دارم زمانی که من رئیس مطبوعات ارگانای محلی مقرر شدم من به همکارایم گفتم گفتم همه ایتان بسار با یک روحی همکاری نه من رئیس هستم نه شما منوس هستم ما همکار هستیم من باید دو الا سه سال دیگه از این جا برم ارتقا کنم اگر ارتقا نکنم و امید داشته باشم به ای که چوکی مرا زنده نگاه کنن نشان بده که من اعتماد به نفس ندارم نشان بده که من چیزی برای عرضه از نظر شخصیتی ندارم چند چیز بسار بعد میاد به زن بودن مرا استفاده میکنن من ام زن هستم و طبیعتا ذاتا بر اساس ام امی چه میگه بعد از تولد جنسیت اما پیشتر اما... مبارزه ما بخاطر برابری جنسیتی است بله من خودم برای بحث جنسیت خیلی هم باورمند نیستم. سعی خداوند مرد آفریده، خداوند زن آفریده. بله. اما در کل انسان هستیم چرا به یک کسی که زن هست یک پوست بهش داده شود دقیقا تبعیض مثبت در پست های بالا جفا بر زن افغانستان است مثلا اگر در پست های پایین باشه اگر یک خانم میاین میگن که ایره پین نمره اضافی میتن برایشان که میگن که شما بیاین حضور پیدا بکنین این شاید قابل تحمل تر باشه یا قابل توجیه باشه ولی در یک پست بالا و وقتی یک خانوم به خاطر زن بودنش مقرر میشه در حقیقت او تحفه میگیره ترح... به او می اما اگر به خاطر شخصیتش به خاطر تاثیر مقرر میشه این در حقیقت راه باز میکنه به حضور زنان بیشتر ما باید من که جوان هستم و زن هستم باید جامعه را باورمند بسازم به مدیریت زنان بنا من نباید به خاطر زن بودن مقرر شوم حالا شما سیاست میکنین یا مدیریت یک چیز را واقعیت بگم که زندگی سیاست است حتی زندگی مشترک یک زن و شوهر هم سیاست میتونه باشه ای که ما چرا هم بتانیم یک زن یا مرد بتانه همسرش جذب خودش بکنه یک نوع سیاست است و سیاست کردن متاسفانه در افغانستان یک تعریف منفی پیدا کرده هر کسی که به نحوی جاه طلبی کرد میگن سیاست مدار است مثلا میگن که از فلان کاکای بسیار میترسم بسیار سیاست مدار بود چرا امی <تصفح> که ما رو میدید ما میدویدیم پت میشدیم نه یک سیاست مدار خوب مردم جذب میکنه <تصفح> مردم دورش میایه بدونی که نان بده بدون که پول بده بدون که راههای غیر قانونی رو برایشان باز بکنه بنا من فکر میکنم که ما هم سیاست میکنم هم مدیریت و فکر میکنم که اگر زنان افغانستان بی باور که تنها با کارهای اجتماعی تنها با کارهای مدنی میتونن روش بکنن و برابری رو بیارن ممکن نیست ما باید وارد تصامیم کلان سیاسی شما در آغاز گفتین که وابستگی به هیچ چیز سیاسی ندارم تا این دمه که پیش اومدین واقعا واسطی در کار نبوده کسی از شما حمایت نکرده چون در افغانستان در جغرافیه که ما زیست و زندگی داریم هستن تا سطح دکترا تا سطح ماستر افراد سال لایق ولی کسایی باید باشه که اینا رو برای تعداد از افراد معرفی بکنه که تا آدمای هم هست اینا هم حق دارن موین شوه رئیس شوه وزیر شوه ببینید من در مورد ای که وابسته هیچ حزبی نیستم ایره صادقانه میگم و ایره میتونم حتی تثبیت بکنم ثابت بکنم اما در مورد ای که جوانانی از من بهتر وجود داره هیچ شکی ندارم واقعا وجود دارن اساتید زیادی هستن صاحب نظران زیادی هستن خانم های زیادی هستن که واقعا وقتی که من علم آگاهی اونا رو میبینم میشرمم که پوشو چوکی نشستم م. اما یک چیز رو اشاره کردم که یک از خوش هم بودم یعنی طالمند هم هستم طالمند بودم به دلیل و ما موضوع بعدی که من با مشکلات مبارزه کردم ببینید تصور اکثر جوانای مایی است که وقتی که دکترا میگیرن یا ماستری از خارج میای هستش که یک چوکی یا آماده بدون مشکلات من در حالتی کار کردم که روز اولی که آمدم در جاهای مختلف منظور ولایت کابل نیست حتی میز و چوکی برای کار وجود نداشت رفتم در کنفرانس ها لپتاپ شخصی خود ما آوردم اما من جوانایی رو میشناسم که بسیار زود ناامید میشن ولی خب در داخل ادارات چون سیستم سیستم سنتی هست و یک تقابل بین نسل جدید و نسل قدیم ایجاد شده کارشکنی وجود داره من مقابل کارشکنی ها سرخم نکردم استادم من خانمای زیادی رو میشناسم یا جوانای زیادی رو میشناسم که بعد از یک مدت از مبارزه خسته شدن من فکر میکنم که خسته شدن از مبارزه این توانمندی ما نیست بله. توانمندی ما چالش ها رو تحمل کردن و مقابل چالش های استاد تا حال چقدر رشوت گرفتید هیچ وقت هیچ. هیچ, وقت چقدر سرمایه دارین من هیچ چیزی ندارم خانه, داری؟ خانه ندارم موتر دارم موتر ندارم یک خانه کرایی دارم حالا برای این یک ده کارتون در پستای سال کار من من چون گفتم اشاره کردم که من از یک خانواده بسیار فقیری هستم مم. حاصل کار من هیچ وقت چون آرمان بسیار کلانی داشتم نمیخوایم هموطن ما فکر کنن که من یک آدم آرمانی هستم و اینجا آمدم شعار بدم نه من هیچ وقت به خاطر خریدن خانه کار نکردم هیچ وقت به خاطر داشتن یک موتر که از پیش هموطنم تیر شوم امیال معاون والی هستم بادیگارد ندارم موتر زره ندارم و نمیخوایم داشته باشم من از این مردم هستم و تفاوت من نباید بر اساس موتر من معلوم شود تفاوت من در کار من باید معلوم بشم به با این آرمان ها کار کردم اما به این امید هستم که یک روزی از بین این خانه هایی که به مامورین حکومت داده میشه شاید یک, ن... یک دانشم شامل حال من شد که اقصادی رو بپردازم چون آینده طفلم برای بسیار مهم است در انتخابات با کی رای داده بودی؟ خب اگرچه که خوب نیست بگم چون رأی رأی شخصی است اما من باور دارم به حضور متخصصین در سیاست بنا بسیار با جورت کار کردم و فکرن ذهنن به این امید بودم که ما باید کم کم سیاست ما را از آموتران در سیاست حالا با به کسی که بهش رای داده بودی نادم هستی یا نه خوش هستی راضی هستی ببینید اول من مسئولیت شهروندیم است رای و باور به این دارم که رای من شهروند تاثیر دارم هیچ وقت به شیما نیستم چون من تغییری را که میدیدم و تصور میکردم من تغییر آرمانی نمیگفتم که مثلا ما، من مرای می که صاحب خانه شویم نه من تغییر من تغییر شخصی نبود حضور جوان ها برای من آرمان بود ما تعداد زیادی از موین سایبا و والی سایبا و ماوینین والی هم چهاروالا رو میبینیم که جوان هستن متخصص هستن آمدن و حضور پیدا کردن میبینم خانم ها مثلا پانزه خانم موین ما داریم ماوینین والی داریم شاروال دارم اینا آرزوهای مبود بود که شاهدش هستم اما مهم این نیست که اکانت بانکی من پر شد یا نشد مهم این نیست حالا بزرگترین اشتباه زندگیتان چی بوده تا این دم بزرگترین این جبرانش بکنید بزرگترین اشتباه خب اشتباه هست که ما رو میرسانه و بنا اشتباه کوچک و بزرگ نداره هر اشتباهی اشتباه هست من فکر می کنم که اگر من البته خب اشتباه نمیتونم بگم اگر من از یک خانواده ای بودم که می توانایی را داشتن که مثلا خرج تحصیل مرا بتن من نمیخواستم وارد دنیای کار شوام سودی. چون دنیای کار تو از خیلی چیزای دیگه میگیره مثلا جوانی تو دور میساز از کودک بودن از نوجوان بودن اما هنوز هم جوان هستیم اه خب اه جوانی به موی سفید و موی سیاه و رب نداره ما در دا درون ما امیال ما دا در درونم یک زن 50 سال هستم و این بر اساس همین مرا خود مرزی میکنم یک جمله مشهور است مگه بعضیا در 20 سالگی میمورن اما در 80 سالگی خاک میشن و فکر میکنم که اکثر جوانای افغانستان همی هستن من میدانم که میالی در درون شما یک خوشحال آسفی با تجربه بسیار کلان است و این یک همیشه بگیم لطف خداوندی که در حق ما شده که ما تجربه زیاد داریم اما در عین حال یک درد زیادی رو هم دارم که چین و چرو که پیشانی ما رو نشان نمیده چون ما نداریم الان اما در درون ما یک زنه چقدر آدم هستین چقدر در مقابل سامانی ها ناهنجاری ها زود جدی نمیشین چون میگن آنان که زود جدی میشن و احساساتی میشن میدان را میبازن به با ویژه آنان که در کارزارهای سیاسی هستن همکار این خوب است که قضاوت دوستایی میکنه اما خودم فکر میکنم یک عادت خوب و در این حال بعضی وقتها بد دارم حتی در عصبانیت هم خنده میکنم که این وقت بعضی وقتا در انفجارهای اینا که من دادم لبخند زدم مورد انتقاد قرار گرفتم عصبانی نمیشم هیچ وقت نمیخوایم که اجباری به من احترام بگذارن هیچ وقت کسی را مجبور نکردم درایورم یا همکارایم است که من چون معاون والی احترام بگذارم میخوایم شخصیت محترم شون بنان عصبانی نمیشم چون توقع جامعه کم هست من جامعه مطالعه کردم میفهمم که تقریبا 80 ما با مشکل کم سوادی و بی سوادی روبرو هستیم اما از یک چیز مرا بسیار عصبانی این که مرا به خاطر جنسیتم توهین میکنم. این برام بسیار دردناک است اما شما اگر شما به خاطر مرا... جنسیتتان توهین میکنن این بیشتر شده یا کم شده فکر میکنی تغییر هم آمده در این یک دهه یا 15 سال یا 17 سال خب ببینید نقد کردن یک انسان شاندنده مورد توجه بودن یا مهم بودن او آدم است اما شبکه های اجتماعی متاسفانه در بعضی حالات تبدیل به کوچه هایی شده که هرکس از اونجا صدا و بحث آزادی بیان یک تعریف نادر و خصوصا فیسبوک در افغانستان دقیقا. دقیقا مثلا وقتی میگن م... مثلا بگن که این زن خوب نیست نمیگن کارش خوب نیست میگه والا ببینن فشن میکنن والا ببینن لباسش نتاس والا یا فلانی عکس گرف. گرفت که فلانی خنده کرد خنده کرد یا این سفر رفت رف. این ای حالت بسیار دردناک است برای ما. من ما امیدوار هستم که حداقل شبکه‌های اجتماعی در دست جوانا و با سواد چرا انتقادهای ما بیشتر متوجه شخصیت افراد در افغانستان هست چرا کار افراد را ایراد سایش نمی نمیگیریم یک کس موین است وزیر است رئیس است نطاق است ژورنالیست است استاد هست؟ باید عوض که کارش انتقاد بکنیم شخصیتش هم مورد سوال قرار میتیم چرا این چونین هست؟ آیا عدم نفهمی است؟ ریش. فهم ماست؟ ریشه بیشتر دهی است که چون ما جامعه اکثریت بیسواد داریم شایعات بسیار خریدار داره مثلا ببینید اگر یک زن بگن که این دفترش مدیریت سعی نمی کنه چون مدیریت هنوز تعریف نشده و قدر شده. ولی بگن که این خانوم یک دفعه رفت امریکا سفر این دیگه خیلی برایشان جالبه چون تصورشان به که امریکا رفته ای چی این ای برایشان جالب است دیگه ای که بحثی ترور شخصیت برمیگرده به انانات و سنت های ناپسندی که در جامعه ما وجود داره یعنی این ریشه در فرهنگ ما داره؟ تا حدی دارم ما جامعه پس از جنگ هستیم و در حال جنگ هستیم در این جامعه پس از جنگ و در حال جنگ خریدار شاید بسیار زیاد است و بنا زندگی شخصی اشخاص بسیار مهم است حالا چرا منفی و خبرهای منفی در افغانستان خریدار داره خبرهای مثبت نداره انسانهای منفی مورد پسند قرار می انسانهای انسان مثبت میگن که ای ساده است از دنیا خبر نیست یا پالوان زنده خوش است هزار نام سرش میمونن. یا ای اصلا سر خود نمیاره یا ای از شرق آمده یا ای از غرب آمده چرا؟ یا ای چند گرفته یا ای بالاخره فیسبوک چلوون که است یا ای بر فلانی خان کار میکنه یا ای را پول داره حکومت که قدر مثبت فکر میکنه چرا چنین هست زمانی که من سخنگوی ارگانای محل بودم یک بحث جدی من با خبرنگارا همی بود که در جامعه پس از جنگ افغانستان خبر خوب هم خبر هست و همیشه همونطور که از بین رفتن پل پل چک خبر است ساختن او هم خبره چون مردم ذهن آماده ساختن هستن اگر یک جمله مشهور است که میگن که خبر بد فقط خبر است در افغانستان ما میتونیم که این معادله رو تغییر بدهیم چون که ژورنالیسم ما ژورنالیسم جنگ شده متاسفانه اما ژورنالیست توسعه ما نیاز داریم که تربیت کنیم دقیقاً در این شرایط که خبر بد برای مردم خبر هست و ماندن یک عکس زیبای یک زن برای خیلی یا جذاب چون اونا دید پستکارتی به زن دارن همونطور که یک 20 سال سی سال پیش عکس ب... یا پوستکارت های زنان که بازیگر در فیلم های هندی بودن من. در اتاقایشان بودن در فیسبوک هم وقتی که میبینن که یک زن عکسش از پستکارتی هست او اول جلب توجه میکنه سپس متنه میخوانن متنه که میخوانن خب چون محرومیت وجود داره تفکیک جنسیتی سالها در افغانستان و ای که تعریفی که زن مظلوم است و مرد ظالم متاسفانه باعث شده که خریدار تو خبرها زیاد باشه اما در مجموع میتونیم بگیم که چون ما ذهنن بعد از سالها جنگ آماده خبر بد هستیم و صدای انفجار صدای ترکیدن موت... تیر و برای ما صدای انفجار است طبعا تو خریدارای خودشان ندارم و خبرنگارای ما حق دارن بس عکس یاد کردین یک خاطره یادم آمد چند وقت پیش یکی از دوستا در فیسبوک عکس یکی از رهبرای جهادی رو انداخته بودن و برایش پوچ و فش گفته بود کاملا تقریبا یک صفحه نوشته کرده بود دو زده بود باز یکی از این نزدیکای یا یکی از این پیروای رهبر جادی را گرفته بود چیار کرده بود این صرف سنی سعی سای کرده بود که یتمن تعریف کرده پایین نخونده بود که گپ چی از گفت بابای ما است پسان این نفر به زنگ زد گفت بعد را دوز تو نفر خود ما تو چرا شیر کردی گفت فکس دیدم خوشم اومد بحث می متاسفانه زوایر و باطن در افغانستان است که بیشتر محاسبه میشه حالا سه کاری که از زمانی که شما آمدین به عنوان معاون والی ولایت کابل برای کابلیان و کابل انجام دادین چی است خب من گفتم که کمتر سه ماه آمدم و در این کمتر سه ماه طبعا سه کار انجام دادن و هم که م... از سخت است. سخت و از همه مهمتر من در جایی معاون والی هستم که پایتخت افغانستان است یک پنجم جمعیت افغانستان تشکیل میده افغانستان کوچک است و با اوج مشکلات رو به روز از نظر محیط سیستی مشکل داره از نظر اجتماعی مشکل داره از نظر ساختار تشکیلاتی مشکل داره بنا من فکر میکنم که یک مقدار به یک کاری را در حال انجام دادن هستم و ختم از بزودی یک تحلیل از وضعیت اجتماعی ولایت کابل در سالها انجام نشده و همه فکر میکنن چون وزارت خانه ها اینجا وجود داره مشکلات مردم کابلی حل است یک تصور غلط است بر اساس همو یک تحلیل آماده کردم اما یک توجه زیادی را به معارف ولایت کابل داریم ما و رهبری ولایت انجام بدیم والی کابل هم بسیار توجه میکنه میخوایم که طفل کابلی اما که طفلی که در پایتخت های سایر پا... پایتخت های کشور های مختلف از امکانات بهتری برخوردار هست او امکاناتش بهتر حالا اگر کوتا بگین و اساس این سربه یا این, سر این تحلیلتون مشکل در ساختار هست یا مشکل در افراد هر دوش بیشتر کدام پله کدام سنگینتر میتونه باشه ببینید هیچ وقت از اینا موازی هستن هر جا که ساختار خرابه است طبعا وضعیت اجتماعی هم خراب است هر جا که اجتماع خراب است ساختار خراب است چون من کابلی هستم که در داخل کابل ولایت کابل کار میکنم اگر من با امو از نظر اجتماعی مشکل داشته باشم طبعا در مدیریت هم اشتباه میکنم من فکر میکنم که چند دلیل وجود داره که جنگ و ناامنی و وضعیت فرهنگم گفتم اما در 16 سال گذشته تصوری بوده که با حضور وزارتخانه مشکل ولایت کابل مشکلی نیست بنا دید ها رفتن به دیگر ولایات چارده ولسوالی اطراف کابل فراموش شده و سفرهایی که به ولسوالی آمد داشتم دیدم که چقدر اینا در محرومیت قرار دارن امیدوار هستم که تعقیب بیاین شکر هست بانو منیره یوسف زاده معاون ولایت کابل که دعوت من را پذیرفتن چند ثانیه محدود داریم آنچه من نگفتم میشه شما بگین به ذهنتان چی باقی مانده من پیش از که بیایم یک جمله انتخاب کردم که صبح است به هموطنان به تو بگم میخوایم مرشان بگم که لبخند بزنین هیچ کس از غم های درون شما با خبر نیست بناهن ما میتونیم با یک لبخن دل لبخند دل هموطن شاد کنیم مثل لبخند شما امروز به من شما زنده باشین بسیار تشکر باشین خب با این بود برنامه خوشحال با چهره ها تا برنامه دیگر که من خوشحال آصفی با یک چهره جوانی دیگر در این برنامه در خدمت شما عزیزا آزار خواهم شد خوش باشین مشکلات حل میشه ما محکوم به زندگی کردن در این جغرافیا هستیم چی بخوایم چی نخوایم این مشکلات روز حل خواهد شد و تا درود بعد بدرود زنده باد افغانستان خبرهای ساعت نوره از همکارم بشنوید